اسم آقای امیر قاسمی من ازش دعوت می‌کنم. یعنی حفظش بود. من تو آلمان تو رو مثل خودش بزرگش کردم. یکشو بگو. جواب نمیدم. یعنی چی؟ من گفتم جواب. چرا جواب نمیدم؟ من گفتم. آقا چرا جواب نمیدی؟ دلیلشو بگو. دلیلشو بگو. میاد با هم صحبت کرد. حالا دلیلش من بگو. آقا دوست ندارم جواب بدم. نه خب حالا که واقعا که کاته. آها کاته. نه به خود بذار کنار. سلام، خوش اومدید به این ویدیو دیگه. امروز یه ویدیو داریم مقایسه آلمان با کانادا. میخوام ببینیم آلمان بهتره یا کانادا؟ کانادا بهتره یا آلمان؟ چون خیلی از آلمانیای ایرانیای آلمان میخوان برن کانادا. کانادایی‌ها میان ایران. اصلا کلا قیمه‌ها داره میریزه تو ماستا. میخوایم با مهدی دوباره صحبت کنیم. اینجا مهدی. درود بر شما. کهن هستم. مهدی. امروز پیش مهرداد ام جی میخوایم کلی با هم صحبت کنیم. حتما تا آخر نگاه کنید. حتما. خب آقا چه خبر؟ چطوری؟ خوبی؟ خوبی؟ رسیدم به خیر. خواهش میکنم. آقا اونایی که نمیدونن بگم که مهدی تازه از کانادا برگشته. باید یکم درباره کانادا برامون بگه. چون 14 سال هست تو آلمانی؟ 14 سال. آره تقریبا 14 سال. 14 سال تو آلمان بود. بعد از 14 سال رفت کانادا، حالا از کانادا دوباره برگشت آلمان. مارکوپولو یار خودت کجا میخوای بری بعدش؟ البته تصمیم دارم یه جا دیگه هم برم. خب سیکرته؟ نه نه سیکرت باش. دوست دارم اسپانیا رو تستی با فارسی حرف بزنیم. فارسی حرف امتحان کنیم. فارسی حرف. دوست دارم اسپانیا ترای کنیم. نه امتحان کنیم. فارسی دوباره. ترای مگه فارسی نیست؟ نه بابا خیلی خارجی هستی. خنده خیلی بابا. آره خب یکم دوباره خود بگو اسپانیا رو هم بیاد چک بکنم. یکم دوباره خود بگو. تو که میدونی من از سه ساله، چند ساله بهت میگم، سه ساله هرچی میخوام بخرم، من که دارم میرم کانادا. من برای چی بخرم تلویزیون؟ میخوام چیکار؟ اتو میخوام چیکار؟ هیچی. یه خونه مبله باحال، ولی مبله راحت. ولی خب من الان چند روز برگشتم؟ سه چهار روز دوشنبه باید. این هم بگم که اینجا که الان هستیم خونه مهدیه. خونه خودت داداش. قربونت برم چاکر. خونه آقا. یه چیزی میگن. قردر ارمنستان. آقا تبریک. آقا تبریک. بذار از اینجا شروع کنیم. خونه امید ماست. کانادا رو تیز نکنیم. اولش از اینجا شروع کنیم که تو چه سالی اومدی آلمان؟ البته خودت که میدونی. من میدونم بچه‌ها. من اواسط 2011 توضیح بده بچه‌ها دیگه. نه خودت بده. من میگم اطلاعات کامل خودت بده دیگه. نه من 2011 آگوست 2011 اومدم آلمان. اون زمان یادم اصلا فکر نمی‌کردم که بخوام 14 15 سال مثلا آلمان بمونم. یکم بلندتر گرفتم. آره چش بباشت. به خاطر اینکه خب دیگه 14 سال پیش مثلا هدفم مثلا جای دیگه بود. دلالم یه پولم خورد. برای اونایی که نمی‌دونم دلالم مهدی... پولم خورد. بذار اجازه بده به بابا اجازه بده بری. ببین این ویدیو رو بچهای انزلی گیلان می‌بینن. ببینم من انزلی چی ام پول قاضی هم می‌دونم. آقا برای اونایی که نمی‌دونن بگم مهدی تیم ملی قایقرانی بوده، قهرمان آسیا است. الان جلوی نه قهرمان آسیا نیستن. بازی‌های آسیایی. بازی آسیایی قهرمان بازی آسیایی و دو جهانی دارن. بازی جهانی. سه تا اینو زارن. بعد قهرمان آسیا نشد. یعنی آسیا شرکت نکرد. آره. شرکت کردیم ولی اون اول بود. موزیسین هم هست فکر کنم فیناش دیدیم تو دیوایس آف پرشیا. تو گروه خانم وایس آف پرشیا. همون. تو گروه خانم بانو لرا. من الان میزبانم. سلام عرض می‌کنم. دروغ میگه خانم. من الان میزبانم. تو الان بعد هر چی من میگم بگی باشه چش. نه چه خبری نیست مهدا. چرا؟ تو میزبان منی؟ خب من میزبان تو. من میزبان من آداداش ولی من دارم از خودم. نه حالا بگذاریم. میزبان کانال مرداد ام جی. خب الان خب گفتی که 2011 اومدی. اومدم. چجوری اومدی؟ برای خیلی جذاب بود. اون زمان چجوری؟ نه. ببین چجوری با چه شرایطی؟ خیلی عجیبه اگه بخوام راجع به توضیح بدم. بعد به اون بگو. چیزام پس میگم. اگه راستشو بخوام بگم دروغشو. چون به اینا یه چیز گفتم واقعیتش چیز دیگه. نه نه واقعیتشو بگو. اینا دیگه کاری ندارن. من تا مثلا 4 سال پیشو بچه‌ای که با هم دیگه تو هایم بودیم من دروغه رو میگفتم. الان بگم زایه نمیشه. نه دیگه تو الان دو چه پاسپورتو گرفتی. آقا من با پاسپورت ایرانی اون زمان راحت بود. ویزا گرفتم اومدم آلمان. گفتم بهشون بده از ترکیه اومدم خدا انشالله منو ببخشه. خدا بخشیده تقریه کردیم و خلاصه نه من خیلی راحت دار 2011 اون موقع خیلی راحت با ویزای توریستی اومدی با ویزای توریستی نه انگوش نگاره شد نه چیزی ولی فهمیدن ولی بعد سه سال فهمیدن با یکی از دوستان بودیم اتفاقا که از طریق من اونم بعد فهمیدن. خب الان اگه برگردی عقب الان برای خیلی سوال میشه برگردی عقب دوباره مسیر رو میای مثلا
میدونم که تو هم من میدونم دیگه 3 4 سال اول سختی کشیدی. یعنی چی من؟ یعنی اگه برگردی سال 2011 دوباره تصمیم مهاجرت میگیری؟ نه کرج خوبه. کرج شاخلره. بچهای کرج چاکر. به خاطر یک دو ویدیو چی بود تو اینستاگرام بوده یا تیک تاک نمیدونم. نه 100% من اصلا پشیمون نیستم. به قول حامد بهزاد زندگی کردم به غلط. حتی به غلط. چی؟ حتی به غلط. مرسی از استاد. نه نه پشیمون که اصلا نیستم. دوستانم که دوست دارن مهاجرت کنن اگه دوست دارن این کارو بکنن. راه سختیه ولی هیچ سختی عشق به آقا که باشه سختی معنی نداره اصلا. خب تو میدونی من خیلی ویدیو در مهاجرت گذاشتم. آره میدونم. آره. من مثلا میگم اگر قراره مهاجرت بکنین امروزم دیره، یعنی همین نه که همین امروز بلنشین بیاین، ولی من میگم تصمیمشو بگیرین و حرکت کنین. درسته. ولی اگه تو دلشون دو دلن باید اول به خودشون کنار بیان، چون دو دلی یعنی برگشت. خیلی ها رو میشناسم، من 6 ماه کانادا زندگی کردم، خیلی از بچه های داخل ایران حتما شاید این ویدیو رو ببینن، دو دل بودن اون زمان که میخواستم بیام و پشیمون شدم. فقط زمانی بیا که پل پشت سری نداشته باشی. اگه اومدی و پل پشت سر داری احتمال این که اشتباه کنی و برگردی خیلی زیاد. حالا اینم بگم ها، اینا همه نظرهای شخصیه، یعنی برای هر همه ست نمی کنه، مهدی داره نظرهای خودشون میگه. من یعنی به هر حال مهدی موعود هستیم و نظرمون اصلا جمعیه، ولی حالا ایشون میگن فردیه. خب الان تو 14 سال گفتی تو نشوخی میگم، چند سال تو آلمان؟ 13 14 سال رفتم. 14 سال دیگه رفتم تو 14 سال. 14 سال آلمانی. 14 سال. خب چی شد تو 14 سال تو آلمان بودی، آسپیلدون کردی اینجا، درس خوندی، میدونم که موزیک تو اینجا ادامه دادی، آهنگای خوبی هم دادی با بازی بنده، ولی حالا کارا نمیشه. دو تا از کار. آره. ولی چی شد که بعد از 14 سال تو تصمیم گرفتی دوباره مهاجرت کنی؟ یعنی مهاجرت خیلی سخته. من نمیدونم تو به چی رسیدی که مهدا، تو که اخلاق منو میدونی، من آدمی ام که دوست دارم چیز جدیدو. من یعنی دوست دارم تجربه کنم. چیزی که میاد تو ذهنم رو بهش خیلی فکر میکنم و بعد یه تصمیم میگیرم. و این تصمیمی که میگیرم باید انجام بدم. امکان ندارم انجام ندم. تصمیم گرفتم که برم. 3 سال پیش تقریبا 2.5 سال 3 سال پیش. یعنی این تصمیم کانادایی تو از 3 سال پیش؟ 3 سال بهش فکر میکنم. بلد. و اینکه چون از طریق یک دوست بسیار خوب اصلا با این کانادا آشنا شدم که زندگی تو کانادا چه شکلیه و این فکره تو ذهنم بود، ولی اینکه بخوام بکنم برم یکم سختم بود. یکم کرونا بد بودش، بعد تو دوران کرونا هم خب نمیشد و این باعث شدش که حالا به هر ترتیبی من سپتامبر سال گذشته رفتم، دیدم خوشم اومد نسبتاً و گفتم برمیگردم و برنامه‌ریزی میکنم. خلاصه زندگی تو آلمان یه چیز خوب رو بهم یاد داد، اینه که بابت هر چیزی برنامه‌ریزی باید کرد. خب من اصلا اینطوری نبودم. یعنی ما ایرانی ها حالا خوب یا بد اینطوری نیستیم معمولا که برنامه‌ریزی کنیم، درسته؟ همه نه، ولی خب اکثر. بیشتر ما ایرانی ها نیستیم. یعنی مثلا به قول اینا یهویی یه سری کار رو انجام میدیم. آلمانی ها نه، آلمانی مثلا میخواد بره مسافرت باید از الان برنامه تنظیم بکنه که سال دیگه مثلا توی حالا بخوام ایرانی بگم ماه خرداد مثلا سال دیگه کجا میخواد بره. ما ایرانی اینطوری نیستیم، خوبه اتفاقا، ولی خب دیگه تصمیم گرفتم که برم. ما میخوایم بدونیم که چرا تصمیم گرفتیم. ببین مثلا الان خیلی هستن آلمانن، خیلی هستن آلمانن، خب الان میگن آلمان به درد نمیخوره. خب اینو تو هم میگفتی دیگه به اینجا. آره. من چون میدونم خیلی هم مثلا ایرانن میخوان الان تصمیم مهاجرت بگیرن. خب ما الان داریم بیشتر برای بچه‌ای که ایرانن میگن که بیایم آلمان یا بریم کانادا. خب یعنی کدوم کشور بهتره؟ ما میخوام الان بدونیم تو که 14 سال تو آلمان بودی بدیهای آلمان رو به ما بگی، بعد خوبیهاش هم بگی، بعد رفتی کانادا رو تجربه کردی دیگه، 6 ماه 7 ماه رفتی اونجا زندگی کردی کار کردی و باز دوباره برگشتی آلمان. از نظر تو یعنی اینکه آلمان بهتره که برگشتی، این من دریافت میکنم. حالا تو ما بگو آلمان چرا اون لحظه تصمیم گرفتی که بری؟ چه چیز آلمان بد بود که تو رفتی؟ ببین نمیتونم بگم بد بود، یعنی بد که نبود، همیشه دوست داشتم یه چیز جدید رو تجربه کنم. همیشه تو میگفتی که آلمان سقفش کوتاه، اینو برام معنی کن. اینو راجع به ایران هم میگفتم. برای ایران هم میگفتم. آره راجع به ایران هم، من خواهرم همیشه بهم میگفتش که خب میتی همه جا بمون فلان اینطوری. گفتم که ببین میدونی یکی از دیالوگ یکی از فیلماست، نمیدونم کی و چی و کدوم فیلم، ولی اینجا نه که بده، سقفش واسم کوتاه، یا نه اگه قدم بلنده سقفش واسم کوتاه. ببین راجع به آلمان بهت بگم، ما ایرانی ها دروغ چرا فکر کنم 90% ما ایران رویای آمریکا و کانادا تو سرمون همیشه هست. یعنی فکر میکنیم فیلم محمد آمریکایی اومده دیگه. ببین مثلا من بعضی اوقات که مثلا میرفتیم یادته میرفتیم ترکیه مثلا ایر کانادا رو میدیم، میگفتم وای خوش به حالشون اینا تو کانادا زندگی، ما کجا زندگی میکنیم
اینطوری یا ناشکری میخوام بکنم، ولی این طرز فکری همیشه تو ذهنم بود و اینکه میخواستم تجربهش کنم همین، و رفتم تجربه کردم. نوشیدنی نمیدن اینجا؟ نه میاریم آپورتا بچه های پشت صحنه هستم. من مادرم همیشه بهم میگه تو میری پشت منبر انقدر حرف. آره بعد خیلی هم حاشیه رو کوتاه کن به نظر من، ادیت کن اینطوری ما صحبت نه ما ادیت نداریم تو کانال، ما ادیت مدی نداریم. من دارم میگم که الان سوال من جواب ندادی. الان چیه آلمان بد بود که رفتی؟ من باز برگشت ایران و خاطرات مادر رو. نه ببین با خاطرات مادر من داره بدم شوخی میکنی. بازم داره شوخی میکنه. بله مخلص همه مادرها. چند تا پوینت ما بگو، 5 تا چیز بد آلمان رو بگو که بخاطرش رفتی. آخه بد نمیتونم بگم. بعد مثلا یکی این که کشور سوسیالیه. سوسیالی یعنی چی؟ من کسایی که نمیدونن کشور سوسیالی یعنی که یه جور کمونیستی، البته نه کمونیستی ولی حالت سوسیالی، یعنی همه ما زندگی جمعی داریم، خوشبختی جمعی، موفقیت جمعی، این خوبه اتفاقا. ولی من دوست نداشتم. یعنی چرا؟ همه توی سطحن داریم، اکثر آدم ها توی سطح. مثلا الان صابخونه من که همسایه منم هستش پزشک، دوتا جراحی، دوتا مدرک جراحی داره، جراح زیبایی و جراح فکه، ولی توی یه خونه با هم زندگی میکنیم، همون چیزی که اون میخوره من میخورم، حتی ماشینم نداره ولی خب من دارم این ماشین ارزون ولی دارم برات. میخوام بگم که تو یه سطحیم، ولی تو ایران یه جراح کجا زندگی میکنه؟ یه مثلا من خب کارم تاسیسات دیگه، شغل اصلیم کجا زندگی میکنه؟ آره میخوام اینو بهت بگم، این اختلاف طبقاتی اینجا خیلی کمه، یعنی اون کسی که خیلی درآمدش زیاده به نسبت هم خیلی بیشتر مالیات میده تا اون کسی که درآمدش کمتره. البته خب استثنا همیشه هست مگه اینکه دیگه خیلی درآمد بالا باشه. مسئله بعد 5 تا نمیتونم بگم خداش الان یادم نیست. به قول مالیات بالا مثلا یکیش، مالیات بالا که تو کانادا هم هست، تو آمریکا نسبت به آلمان ولی شاید بالاتر هم باشه. تو بعضی تو کانادا، تو کانادا مالیات کم نیست همش. بعد آدماش مثلا یک کم خشک‌تر، اما اتفاقا چند روز پیش آلمان به آلمان یه مقداری آلمانیش ظاهرشون سری یه جور میگن اونم بیشتر به نظر من به خاطر فرهنگشون آب و هواشون زود گرم نمیگیرن دیگه، ولی با رفیق بشن خوبه. آره دیگه نه ولی مثلا مردن میمونی قیافه اخمت اون، ولی سوال که روزی یه لبخند بزنی روزی زیاد مغازه مثلا خیلی خوش برخورد. مثلا این هواش فکر میکردم خیلی بده ولی خب بد نیست. اوکیه هامبورگ که هواش معتدله، مثلا انزلی خودمون، البته انزلی تابستون معتدل هم نیست، همش بارونه، مثلا انزلی میمونه دیگه. خب دیگه بارون همش رطوبت دیگه، شمال آلمانه طبیعیه که اینجوری باشه. اینجا هم چون همه جنگل و استرس دارم انقدر. استرس نداشته باش، راحت باش، آروم. هیچی نیست، تو دوربین داریم با بچهای پشت صحنه. تو خیلی معروفی میگی. شیدا نشسته و هادی. شیدا کیه؟ شیدا رو نشون بده. شیدا. نه نه. هادی. زیادش. آره. خب الان بس بعدی نمیتونی بگی تو قبلی که بری کانادا. نه ببین متفاوته، چیده بودی اینجا بدیای آلمانو دیده عوض میشه، دیده عوض میشه. خب چرا چجوری دیده عوض میشه؟ به خاطر اینکه تا وقتی که موز نخوردی فکر میکنی موز خیلی خوشمزه است، و بعد که موز رو میخوری میفهمی خب قیمتش اوکی، مزهش اوکیه ولی خب خیلی هم دیگه اینطوری چی واو نیست. میدونی چی میگم؟ مثال جالبی نبود ولی خب مثال مزخرفی نبود ولی نه مزخرف نبود ولی جالب هم نبود. جالب میخوام بگم یه چیز تجربه وقتی موز میخوری کسی که موز دوست داره همیشه بخوره براش خوشمزه. چرا لهجه دارم نه انزلی چی بریم میخوای انزلی چی تو اداشونو در نیار. من انزلی شم میتونم ولی بچهای انزلی خیلی غیرتی ان از قلادش در بیاد بچه ها. دروغ میگه، دروغ نمیگه. من خودم انزلی بودم 3 سال. نه ببین اینطوری بخوام نگو بعد آلمان متفاوت آلمان. و یه چیزی که من خیلیم جالبه برنامه آقای بامداد اسماعیلی، اتفاقا چند نفر رو نیروهای میگن متخصص دعوت میشن. البته اینو میگم تخصص توی جای دنیا این نیست که شما تحصیلات دانشگاهی باشی. من این اعتراض نه این شکایت رو دارم از اون بچهای ایرانی که تا میرن تحصیلات دانشگاهی میگن ما متخصصیم بقیه متخصص نیستن، چون اومده بودن نیروهای متخصص مثلا اینجا اینطوری. نه بچهایی که متخصص بودن و از نظر خودشون دانشگاهی یا مدارک دیگه برن کانادا و ببینن که اصلا تخصصشون رو کانادا میپذیره یا نه نمیپذیره، مگه اینکه تستای اونجا رو بدید، امتحانات اونجا رو بدید. بس متخصص تو این کشور، کسایی که متخصصن تو هر جای دنیا میتونن از تخصصشون درآمد کسب کنن و زندگی خوبی داشته باشن. من فکر میکردم که توی کانادا درآمدم خیلی بهتر از اینا خواهد شد، ولی خب اشتباه بود تا الان. و اینکه بیشتر تصور بود، میدونی چی میگم؟ که تصور این که کانادا بهتره، نمیخوام بگم بدتره ولی نمیخوام بگم بهتره. من میگم
شاید این به خاطر شرایط تو بوده. هر کسی با هر شرایطی باز به نظر من فرق میکنه دیگه. به مثلا الان ما میدونیم که آلمان بهترین کشور اروپا از نظر مهاجرت. خب ولی خب همه من میخوام این تصوره مثلا یه سری شاید همسوی تو باشن و این صحبت تو به اونا کمک کنه که تصمیمشون رو درست بگیرن. میدونی قبل اینکه بخوان انجام بدن. ما میخوام به این برسیم. مثلا تو الان 14 سال آلمان بودی. خاک آلمانو خوردی، آلمانی پرفکت حرف میزنی. بیشتر رفیقات آلمانی ان، نمیدونم صاحبونه آلمانی، شرکت های آلمانی کار کردی، آسپیلون کردی اینجا. بعد از این همه که اینجا یعنی جا افتادی، یعنی کامل دیگه تو مثلا آلمانیا، یعنی با آلمانیا جفت شدی، تصمیم گرفتی بری کانادا و این بدیا رو حالا گفتی. حالا ما میگیم چرا از رفتی کانادا؟ حالا از دوره کانادا برامون بگو. اولا نگفتم از کانادا برگشتم برای همیشه. احتمال داره احتمال داره برگردم. نمیخوام باز بذارم، ببندم، بازش میذارم. اسخر فرهادی نه نه هش بازه. نه نمیخوام الان بگم کانادا بده. نه به خاطر اینکه بچه‌ها فکر نکنن که مثلا من از آلمان رفتم برگشتم از اونجا بده. نمیخوام. هر کسی تصمیم خودش رو میگیره. یعنی خودش میدونه میخواد چیکار کنه. برای همینم من تصمیممو گرفتم ولی نمیخوام بگم الان. حالا ما میخوام بدیا رو نذارم. ولی بدیای کانادا بگم؟ آره بگو. آدم ها... اسم ببر اصلا. مگه میخواد. اسم... اینجا سانسور نده. اینجا میخوایم ببین اول از یکی از خوبیای آلمان. جامعه ایرانی توی آلمان بسیار خوبتر از جامعه ایرانی توی کانادا هستن. یعنی ایرانیایی که تو آلمان زندگی میکنن بهتر. و البته این هم تجربه شخصی منم. من دوستای خوب بسیار عالی دارم توی کانادا که از طریق یکی از دوستای نازنینم توی آلمان که برادرش توی کانادا هستن، از طریق همونا با دوستای خیلی خوب ایرانی آشنا شدم که نمبر وان شماره یک بهترین. ولی این داره چجوری میگه؟ ولی داره یه سری ها رو خوب میگه، سری بعد که نه نه اگه همه شنیدن بهشون برنخ. نه 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 برش برنخ. خیلی چیز آنست بگو. آنست دارم میگم 100%. ولی به نسبت این که من تو 6 ماه با یه تعداد ایرانی آشنا شدم و توی 14 سال با یه تعداد خیلی زیادی ایرانی آشنا شدم، میتونم بگم که تعداد ایرانی بدی که من توی آلمان باشون آشنا شدم کمتر از تعداد ایرانی های بدی هستش که من توی 6 ماه توی کانادا جمله آشنا شدم. و یه چیزی که برای من تعریف میکرد، مثلا این چیزی که من ازش برداشت کردم که ایرانی های اونجا مثلا ما همیشه بچه بودیم تو ایران، کسایی که تو ایرانن، آقا فلانی کاناداست. فکر میکنیم واو کانادا الان خیلی ایرانی موفقم داریم ما. ولی ایرانیای ببخشید من خیلی روک میگم به درد نخورم، من به درد نخورم داریم به خاطر اینکه ایرانیایی که اصلا به یه ورشون هم نیست که اولا هموطنش اونجا اومده. اولا مهدا جان وسط حرفت، بهشت کلاهبرداری جمهوری اسلامی کاناداست دیگه. یعنی آره. هرچی دزده، هرچی به تمام بچهای سران همه اونجا و هرچه عوضیه که پول مردم حتما نباشه سران باشه، طرف شرکت داشت توی ایران، کلاهبرداری کرده، پول مردم رو گرفته، فرار کرده اومده کجا؟ کانادا. آلمان که نمیان که. و چون آلمان یک کانادا یک کشور کاپیتالیستیه، یعنی در واقع سرمایه داریه به نوعی، البته نه به نوعی، واقعا سرمایه داریه. اونجا کسی که پول داشته باشه زندگی بسیار عالی داره، بسیار زندگی عالی داره. ولی از اونجایی که من آدمی هستم که واقعا خوشبختی رو جمعی میبینم، یکی از دلایلی که من 14 سال ایران نرفتم اینه. چون من وقتی برم تو ایران و بچهای نمیخوام که ایران واسه خیلی بدا، ولی وقتی مقایسه میکنم وضعیت زندگی و اختلاف طبقاتی توی آلمان و تو ایران رو افسرده میشم. من میدونم من ترکیه میرم میگم اینجا دو هفته افسردگی دارم وقتی که میبینم وضع اونطوریه. حالا با اینکه ترکیه وضعیت اقتصادی مردم هم فکر میکنم بهتر از مردم داخل ایران باشه، اکثریت البته دارم میگم، ولی ایران جامعه ایرانی داخل کانادا رو من اصلا دوست نداشتم. نمیشد بهشون اطمینان کرد، به هیچ کس نمیشد اطمینان کرد. حالا اینو شاید بعد ایرانی کانادا ببینم بهشون بر بخوره. همشون نه بر بخوره. من تو یه خونه زندگی می‌کردم، من خودم فامیلامو کانادا، اسم اون طرف هم نمیخوام بیارم، اون همون بابا نذار اون کار نه اسم نمیخوام بیارم، خونه طرف زندگی می‌کردم، ایر بی ام بی گرفته بودم و اینکه اونم داشت همزمان کاپ کارم تاسیساته، گفتش کمکم میکنی یا فلان، بودم آره چرا که نه کمک میگم. سر پول اینجا صحبت کردیم، خب من آدم نیستم که سر پول بحث کنم، آقا کار کردیم سه ماه و آخر سر گفتم که خب این یه سری از پولمون مونده بود فلان. گفت مگه پول میخوای؟ گفتم چی؟
گفتم مگه پول میخواد؟ گفتم که یعنی چی؟ گفتم میگم رفیقم. گفتم رفیق چیه؟ رفیق حالا رفیق بود من از آلمان مهاجرت کردم که کار کنم تو میگم من اجاره میدادم همین کارا میکردم اونجا رفیق نبودیم ولی بحثین حالا بگذریم اجاره رو ازت میگیره ولی رفیق نبود ولی میورد سر کار میگفت رفیق. آره البته یه مامانی میگه بهش کار میکردم و ازم لطف میکرد اجاره نمیگرفتش ولی کاری که من براش کردم بسیار با مثلا فکر کنم مثلا من اجاره میشد 2000 دلار درآمدم باید میشد اصلا من برای غریبه کار میکردم 10000 تا باید میگرفتم حداقل چون خیلی براش کار میکردم ولی اینطوری جامعه ای رو نمیتونی بهش اطمینان کنی تو کانادا اکثرا من پیش میتونم اسم ببرم یه آقای هست بچهای تورنتو میشه من اسم میبرم به خاطر اینکه اون شخص و اون اشخاص هم اجازه دارن از خودشون دفاع کنن اسم ببرم آقای کیا اگه خواستی میتونی بیای رو چه کاری آقای کیا نکن ببین به خود تو ایران الان پشت وانت آدم سوار میکنن پشت وانت آره نه. تو پاکستان ایران نه. که نوکرش هم هست تو پاکستان مثلا بازم دارن یاد میگیرن که این کارو نکنن منو فرستاد پشت بار قسمت بار 2 ساعت رانندگی کرد مثلا وانت هم نبود از این ونایی که پشتش همش ابزار آره حالا فیلمش هستی که از اون فیلمو بذار فیلمو به من بده الان بذار نگاه اونجا اون گوشه بذار آره من برو پشت بار حال نداشت مثلا جا صندلی خوش خالی کنه آره یا مثلا کیا اگه داری این ویدیو رو میبینی آره این کار نکن با هیچ کس بچهای ایران بچهای ایرانی که تازه رفتین تو تورنتو واسه آقای کیا کمک نمی‌کنید حداقل انش هم در نمیارید دیگه ضرر نزنید آره یه بابای دیگه اون چون اجازه بده اسم اون رو نبرم پسر خوبی بودش بچه شیراز بودش بچه خوبی هم بودش تصادفی دارم میگم مثلا کار کردیم پیشش بعد یه مدت دیدید حالا دوست نداشتم برم پیشش کار کنم گفتم خب پولمون چی میشه گفت ای من فکرم کلا میخوای پیش من کار کنی حالا که نصف کار دارم میدید پول نمیدم اصلا همچیز شنیدی تا با؟ بعد کار علکی نه واقعا کار کردم برای اینجا آدم ها خیلی زیاده من تو آلمان به یک نمونه دیگه با هم دیگه کار کردیم میدید تو هم اینجا خیلی کار میکنی اینطوری نیستم نباشید اینطوری دوستان خب الان از اینا بگذاریم از آدمای بعدم بگذاریم برای بیش دوستامون هم کار کردیم و تا سنت آخرش هم دادم بچهای داخل ایرانی ولی میگم به نسبت اینکه 6 ماه 14 سال تجربه من اینطوری بود حالا درباره چیز میخوام ازت بپرسم درباره اجاره خونه آره یکم شخصی چقدر... کردیم آره دیگه آقا نکنید دیگه شخصی حرف نزن آقا من که چرا سوال من که فقط سوال میپرسم تو داری جواب میدی اصلا من آقا هر اتفاقی هم که بیفته بگین خودش چیز دیگه جوابگو هم اتفاق چی کیا پا میشه میاد آلمان اتفاقا خودشش میکنم آلمانه میبینیم اتداداش ما که حرف بد نزدیم ولی اخلاقت بده فامیلیت هم نگفتم تازه حالا فامیلیشو من تو دیسکریپشن میذارم بذار بچه انزلی باخت نمیده درباره اجاره ها به اون بگوی اجاره ها ببین تا قبل از اینکه برم همین میگفتن زیاده باورم نمیشد رفتم اونجا دیدم وحشتناک متاسفانه خیلی از افرادی که اونجا کار میکنن یعنی استخدامن حتی از جایی که نمیتونن درآمد ندارن اونقدر که بخوان اجاره یا آپارتمان یک خوابه حتی بدن یا یک اتاق حتی بدن میان از اتاقای مشترک میگن ویگه میگن اینجا آره ویگه الان فارسی بخوام میگن از خونه مثلا یه خونه که 4 تا اتاق داره مثلا هر کی یه اتاقشو میگیره بعد براشون قیمتشون ارزان‌تر میافته مثلا اون اتاقا چقدر قیمته؟ من والا یه اتاق میگرفتم که یه اتاق نسبتاً 20 متری بودش 1500 دلار کانادا دلار کانادا و یورو چقدر میشه اگه بخوای حساب کنی؟ نمیدونم ولی فکر میکنم که حدوداً 1900 تا 1000 تا فکر کنم 800 تا میشه یعنی برای یه ویگه خب خیلی اختلاف خیلی زیاد بعد حقوقات فرقی داره حقوقا مثلا یه کارمند بانک اونجا 3500 دلار تا 4000 تا میگیره یه مثلا فروشنده توی فروشگاه مواد غذایی مثلا فکر میکنم مطمئن نیستم بین همون سه مثلا یه معلم اونجا چقدر میگیره نمیدونم گوگل کنید ببینید دیگه پس اینجوری خیلی اختلافه اختلاف زیاده و خونه خیلی راحت پیدا میشه یا اینجا سخته اینجا سخت‌تر یا اونجا ببین واسه من فقط تنها راه همین بودش که بتونم از طریق ایر بی ام بی بگیرم یا تو فیسبوک مارکت مثلا ولی فکر میکنم برای کسایی که مثل آلمان سخت فکر نکنم باشه یعنی مثل آلمان نیست فکر نکنم اینجا مثل هامبورگ مثلا مخصوصا سخت نباشه ولی خب آسون هم نیستم خب الان فرق مواد غذایی چجوری بود مواد غذایی با مثال بهمون بگو مثال میزنم مثلا ما امروز رفتیم خرید کردیم بتونیم مثلا یه هفته غذا بخوریم حداقل یه هفته میشد دیگه حالا 4 روز حدودا شد 50 یورو
اونجا مثلا من میرفتم همون مثلا بیشتر خیلی بیشتر میشه. بستگی داره چی بگیری، فکر می‌کنم اونجا قیمت مواد غذایی میوه خیلی گرون‌تره. خب آلمان فکر کنم کل اروپا هم حتی مواد غذاییش ارزان‌تره. مخصوصا آلمان فروشگاهی هستش که مواد غذایی ارگانیک و خیلی خوب رو قیمت مناسب میدن، ولی کانادا مثلا لوازم بهداشتی خیلی گرونه، لوازم برقی ارزان‌تره، موبایل، تلویزیون چیز ارزان‌تره، ولی لوازم بهداشتی گرون‌تره، لوازم خوراکی من احساس می‌کنم گرون‌تره. خب یه پاوزه بگیریم، یه کوتاه چی میگن بخوریم. چی میگه پاوزه؟ پاوزه به ایرانی چی میشه؟ میان پرده، یه فارسی به پیام بازرگانی ببینیم برمیگردیم. بین کانادا و آلمان من چند تا سوال با چیز جواب بده. کانادا یا آلمان؟ یه واژه دیگه اگه اجازه بدی، چون تو از من دعوت کردی منم به شرطی قبول کردم که یک گزینه دیگه هم بذاری به اسم ترجیح میدم جواب ندم یا دوست ندارم جواب نه جواب بده ترجیح میدم اینجا نداری سوالت... من گوله زدم سوالت... من گوله زدم و نمیدونم چه حالا دست خودم به هم با جواب بدم. خب. سوالت گسترده است، برای همین ترجیح میدم جواب ندم. کانادا یا آلمان؟ سوالت گسترده است. چه گسترده ای آقا؟ کانادا آلمان چه نظر؟ از نظر غذایی؟ آقا تو الان بر... پوشش از نظر هوا از همه نظر تو الان کجا رو ترجیح میدی، کانادا یا آلمان؟ ترجیح میدم جواب ندم. یعنی چی؟ یعنی که ترجیح میدم جواب ندم. این چه مسخره بود، یکی شو باید بگی آقا. یعنی نمیشه که. بریم سوال بعدی. سوال بعدی نداریم، همین آخرین سوال بود. دوستان عزیز همینجا ازتون خدافظی میکنم. آقا کانادا یا آلمان؟ آقا ترجیح میدم جواب ندم. چرا من چوس کردی خدا؟ یعنی یکشو بگو خب. جواب نمیدم. یعنی چی؟ من بهت گفتم جواب. چرا جواب نمیدم؟ من بهت گفتم. آقا چرا جواب نمیدم؟ دلیلشو بگو. دلیلشو بگو. میاد با هم صحبت کنیم. حالا دلیلش من بگو. آقا دوست ندارم جواب بدم. نه خب الان که واقعا که کاته. آها کاته. نه به خود بذار کناره. نه به جان خود. نه خب دلیلشو بدونم آقا چرا نمیخوای بگی. اول ویدیو گفتم هنوز نمیخوام بگم کدوم بهتره. از چه لحاظ؟ بابا اصلا همین آلمان یا کانادا. همین. اصلا مهم نیست ولش کن. خب آقا نگفت دیگه. نگفت. کل نکن. گفت قول دادی که گزینه‌ام اضافه کنی، حالا میخوای چیز کنی؟ ایران یا آلمان؟ چرا؟ من تو آمپاز فکری قرار میدم. ایران یا آلمان؟ یک کلمه. الان آلمان. الان آلمان. قبلا ایران. قبلا هم آلمان. خب دیگه پس چرا میگی الان؟ در آینده شاید ایران. در آینده یعنی چه اتفاقی بیفته؟ در آینده اگر به امید خدا حکومتی بیاد روی کار که حکومت شایسته مردم دوست داشتنی ایران باشه. اون موقع ایران. قطعاً. اگه به جز آلمان دوست داشتی مثلا توی کشور اروپایی دیگه زندگی کنی کجا بود؟ اسپانیا. اسپانیا؟ تصمیم داری آینده بری مثلا؟ گفتم میخوام برم اولش تست کنم. احتمالش خیلی زیاده. 90. یعنی مهاجرت سوم اسپانیا. مهاجرت نه، میخوام برم اونجا هم تست کنم. بعد بین سه تا کشور انتخاب کنم. یعنی بگی هنوز بینه... کانادا رو هنوز پس باز گذاشتم. باز گذاشتم 100%. اسقر فراجی؟ نه به خاطر اینکه همه چیز بستگی به خود آدم داره و اینکه اونجا بتونه آدم و همه چیز پول نیست واسه من برام پول اصلا ارزش آنچنانی نداره. اگه پولی هم قراره در آینده به دست بیارم، بازم این پولو میخوام با دوستان و عزیزانم تقسیم کنم. میخوام چیکار کنم با این همه پول؟ ما جز عزیزان هستیم یا نه؟ تو داری با هم صحبت میکنی؟ با هم نه صحبت الان جوزه گفتی پول که به دست بیارم دوست دارم بین عزیزانم تقسیم کنم. نه وقتی پول میگیرم این قضیه فرق میکنه. تو نمیدونم آقا، شما خودتون بنویسید. دیدی به یه بابایی میگن که یکی نگاه میکرد مردمو که مثلا ماشین مدل بالا میگرفتن، بعد میگم من نمیدونم چرا این آدمایی که ماشین مولد بالا میخرن انقدر مثلا سلام میگی یه جوری مثلا سرد سلام میگن ها. بعد میگه زمان میگذره، میگه بر جای سوال بود، میگه بعد اینکه طرف ماشین مدل بالا میخره بعد دوستاش باهاش سلام علیک میکنن، میگه نه بابا واقعا نمیشه دیگه مثل قبل با بعضی سلام علیک کرد. من شاید جزء اون بعضیا باشی تو، من واسه خوب بشه شاید اصلا. من که نفهمیدم ولی اگه شما بابا خیلی واضح گفتم والله. یا حالا بگذاریم ببین، نه در کل صد درصد نه درصد دختر آلمانی یا
ایرانی؟ من تو آلمان تو رو مثل پسر خودم بزرگش کردم. بزرگش کردی؟ یعنی عبد رش بود. من تو آلمان تو رو مثل خودش بزرگش کردم. مثل پسر خودم پسر خودم بزرگش کردم. بزرگت کردم. اشاره نداشتی بزرگش کردم گفتی. من گیلکیم خوبه ولی فارسی من خوب. تو گفتی که بزرگش کردم. ببین قرار شد اینجا حرفای زشت نزنی. آقا کار نداریم. خب دختر ایرانی یا دختر آلمانی؟ اصلا دیگه بعد اینو جواب بدی دیگه. زن ایرانی تکه. خب. خوشگل با نمک. خب. زن ایرانی به قول دوست و همکار عزیزم. ولی آخرش دختر آلمانی. دختر آلمانی چرا؟ دختر آلمانی. من دارم سو میپرسم. دختر یه کلمه. دختر ایرانی. تموم شد دارم دختر ایرانی. قطعاً. دختر ایرانی برن اینستاگرام بهش پیام بدن. نه من جواب نمیدی؟ نه مسلماً. چرا؟ من هیچ تمایلی به رابطه ندارم. رابطه رو کار ندارم. تمایلی به رابطه نداره بچه‌ها. آقا مزاحمش نشید. مزاحم نشید. چیز بود اون چیز فیلم مزاحم نشه کسافت. قصد ادامه تحصیل دارم داداش. امیدوارم که تحصیلتو به خوبی ادامه بدی. نه قضیه شخصی نکن دیگه. نه کاری ندارم. سوال پرسیدم تو یکیشو میتونی بگی. آره بفهم. تموم شد رفت. ادامه بده. غذا هم میدین اینجا؟ خونه خودم. اگه غذا هم بجه خودم بدم. خودت دادی دیگه. خب باشه ماما مهمونی توی مگه هرچی اینجا کم و کاستی هست خودش چیز کرده. من چه؟ تو گفتی که من چی گفتم؟ من چیزی نگفتم. خب نه بفهم. ادامه بده. ما اینجا اومدیم گفتیم یه پادکستی با هم درست کنیم. اولین پادکست من اولی دوستا پادکست دیگه ضبط کردم ولی خواستم این پادکست اول با تو توی کانالم بذارم. بله به خاطر اینکه ما 16 ساله که همدیگر میشناسیم. نه بابا. بله بیشتر. بیشتر بچه بودی سال 82 عکسو میذارم برات. 84 84 آره آره 84 85 قبل از سربازی که اردو تیم ملی آبهای خروشان بچه منجیل آره. نه منجیل نبود. آره. تو جاده چالوس. راست میگه جاده چالوس. راست میگه جاده چالوس. آره اونجا با هم تو اردو بودیم بعدش که دیگه اونجا راهمون جدا شد. تو رفتی کاناپولو من رفتم دراگون بوت و اینکه دیگه به اینجا رسید. یه چیز بگم راجع به اون اردوه خیلی پرانتز. من یادمه آقای سمری بود مربی یادته؟ بله. بعد با آقای سمری واسه اگه ویدیو رو می‌بینه سلام میگم بهش استاد سمری. ولی یه حرفی زده بودی. حالا شاید دید. حالا من فکر کنم تو خیلی گسج بیشتر از حرفاست میاد. 100 درصد ولی آقا سمری میگن حالا. آقا سمری چون سنش بالاست مثلا. نه آقا سمری کوه اون موقعی که ما ویدیو می‌ذاریم هر روز کوه. راست. ببین توی همون اردوی اول من به پاسپورتمو رفته بودم بهش بدم. گوشه نه پاسپورت رو نمیخوایم. گفتم چرا؟ گفتم یعنی هستی خباس. گفتم که یعنی چی؟ برخورد نکن آقای سمری با ورزشکار هاتون توی رویه من خورد کردی. بعد گوش که گفتم یعنی چی؟ گفت پاسپورت نمیخوای. گفت نه ما تیمون بسته است. گفتم خیلی حالم گرفته شد. بعد زمان میگذره و فلان که من یادم تو بازی آسیای گوانجو بود که بودیم آقای سمری بغل چیز من بودش. بغل دقیقاً بغل من بود. گفتم سلام آقای سمری خوب شما؟ یه سلام آقای سر دیگه گفتم من نمیشناسم شما. گفتش که نه. گفتم که من همونم که من گفته بودی تو حریف تمرینی هستی. دیدی الان بچه ها کجان؟ منم الان افتخار دارم کنار شما باشم. بعد آفرین پشتکار زیاده اونا که همش پارتی بازی بود به خاطر یه شیشه مشروب بازی کن جابجا میکردن. ولی نکنید این کارو. یک ورزشکار من چقدر که... اسم بردم امروز. اسم باید ببریم. ما ترس از کسی نداریم. فرهنگ باید دیگه... جا بیفته که شفاف فر بزنیم. دیگه اون دوره هم تموم شد. اونا فهم کردن با اون کارا میتونن مثلا حال کنن. تموم شد و بگذشت. ما الان اینجاییم و شما اونجا. امیدوارم که سر کل سرات میلیارد تا سال از اون روزا گذشته. آره دیگه حالا خدا میدونه. خب تو در موزیک هم کار میکنی؟ آره دیگه بچه ها همه میشناسن. میلیارد ها طرفدار دارم. خدا نه نه من مثل خیلی از بچه هایی که کار هنری میکنن عاشق هنرم مخصوصا موسیقی و این که صدام لرزیدی به خاطر موسیقی؟ به خدا اصلا کلن نه ولی این که متاسفانه اونطوری که باید دیده بشم تا حالا نشدم با این که فکر میکنم که تلاشم کم نبوده تو این مسیر. فکر میکنم که تو این زمینه مدعی باشم در این زمینه. به هر حال من خیلی سال موزیک کار میکنم و امیدوارم و مطمئنم که به زودی امیدوارم البته که کمی بهتر کارم دیده بشه. بیشتر کارم دیده بشه. ببینید منو لطفا.
حتما من لینک آهنگا رو میذارم تو دیسکریپشن. یه سری از یکی از آهنگا رو میذارم. فیلمایی که خودت بازی کردی، چی میوزیک ویدیوهایی که خودت بازی کردی، یه تیکش رو بذار. همین الان بذار. همین الان بذار. بریم ببینیم. ببین ببینیم. دست منو میگیری، یه حال خوبی میشم. هر کی ازم بپرسه میگم که زندگیشم. بریم یه جای خلوت که هیچ کسی نباشه، یه جا که هر دقیقش عطر تو تو هواشه. خوش از سرم رفت ای داد و بیداد، چشمات عزیزم بدکاری دستم داد. زندگیم با تو چقدر یه جان داره، خوشیام با تو رو دور تکراره. خب اومدیم. خب ولی فیلم اولو که گذاشتی معلوم بودش که تازه داری یاد میگیری. اون من بودم که بهت فرصت دادم. فیلم همه اولشونه بهشون رو گذاشتی. تو ویدیو یکم چیز بودی دیگه، دختر چسبید و ورده میکردی. آه اون شونه به شونه. آره 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 اونا میاد. آره میخواستم بگم من اولین کسی که بهت سهم داد من بودم. مرسی. تو مسابقه دوایس هم شرکت کرد. آره تو دوست یکی از تجارب خیلی خوب زندگیم و البته تجربه بدم بود توش، بخاطر اینکه خیلی خیلی اذیت شدم بعدش، بخاطر اینکه یک ریالیتی شوی بودش که خب هر جا برنده هست بازنده هست، من باختم بعدم باختم. آبروی ما رو بردی جلو فامیل و دوست و رفیق. نه البته بازنده که نمیشه گفت، تجربه بود تو زندگی. آخه اون کسی که الان برنده شده نفر اول شده کجا سلام؟ چی بود اسمش؟ دوست عزیزم امین، خانم خیلی خوبی هم. امین کجایی داداش؟ من الان خیلی دوست دارم. ببین امین تو مارکت غیر ایرانی خیلی. خب چرا اومده مارکت ایرانی؟ الان من میدونی دوست داشت. خب به من تو مربوط نیست. خب آره. چرا من شرکت کرد؟ خب آره ولی خب الان بازدهی چی بود؟ نفر اول شد من یا آهنگ خب ریالیتی شو در درجه اول کرده اون شو میخواد. ببین مثلا من جالب بود اون روزای اول، خب همشون یه لایف میذاشتن مثلا اول مثلا 10 نفر 100 نفر بعد زیاد شدن، بعد دوباره ببخشید این چیزا چیز شد، یعنی همشون فیت شدن، یعنی الان کسی نمیتونم بگم همشون. مثلا بچهای اصلا دارن کار میکنن، هادی حاجیلو دوست خیلی خوبم، فقط هادی داره کار میکنه. هادی کار به پویا، پویا توی ونکوور کنسرت گذاشته سالی یه دونه آهنگ. نه آهنگ ببین نگو سالی یه دونه آهنگ توی نگو، بچه‌ها دارن زحمت. نه من با پویا اینا کار ندارم. من اول تا سوم ببین کجا. ببین نگاه کن، ببین من چند تا کار دادم تا حالا، من 7 تا کار انتشار یافته دارم، 2 تا کار در دست ساخت و پرداخت و برداشت. حالا به هر حال دو تا کارم در حال ساخت. این کار خیلی هزینه داره، پر هزینه، کم حمایت و اینکه من 7 تا کار دارم. دوستات بپرس چند تا از کارامو شنیدین. خدایش هم کار بدی نیستن، خدایش کار بدی نیستن. حالا توشون من دو تاشون خیلی بیشتر دوست دارم ولی بقیه هم بد نیستن، ولی از نظر من و از نظر خیلی های دیگه، خیلی از میگن طرف و دوستاش خواننده میکنن، شاید هم حالا بد باشن، نمیخوام بگم بد نیستن یا بد هستن، ولی از نظر من خوبن. ولی اونطوری که باید و شاید دیده نمیشه. کمپانی آونگ از من 2000 یورو پول گرفت، 2000 یورو پول گرفت آهنگ تو همونی رو، فقط لایسنس یا اگه بخوام بگم لیبل میستری فور اومد و از تلویزیونشون پخش شد، تلویزیونشون پخش شد 2000 یورو ازم پول گرفتم. بله. و بازدهی که برام داشت صفر. خب الان آونگ 2000 یورو حقوق یک ماه من بودا، کمپانی آونگ. ولی خب این رادیو جوان و اینا چقدر الان نمیدونم رادیو جوان، ولی تلویزیون تپش کار هوش از طرف رفت رو مجان آقای امیر قاسمی فکر میکنم صاحبش باشه، تپش دو مجانی پخش کرد از تلویزیونش، دمش گرم. خیلی پرسش حرف میزنم. اسم آقای امیر قاسمی من ازش دعوت میکنم. چرا که نه؟ چرا که نه؟ چرا که نه؟ حتما. چرا که نه؟ آقای قاسمی ازت دعوت میکنیم برنامه ما شرکت بکنیم. من باش حال میکنم. حالا خیلی پرسش حرف میزنم، ولی به نظر من اون زمان که تلویزیون من و تو اون چیزا نبودن و بین ITN و 4 تا تلویزیون دیگه تپش اومد، یه انقلابی وا کرده بود. یادم اصلا
مجریگریش، برخوردش. من باشه الان از بحثمون دور شدیم. آره دیگه چقدر ما متفرق حرف میزنیم الان. ترجمه اول هم همین داشت قشنگه دیگه، مصاحبه همجوری چون پادکسته ما موضوعمون جدیه. خب چیزی هست که بخوای بگی نگفتی؟ ببین اگه بخوام چیزی بگم راجع به این که راجع موسیقی دوست دارم یکم حرف بزنم، بچه‌ای کار موزیک میکنن رو حمایت کنید. البته من با واژه حامی مخالفم، به خاطر اینکه حمایت کردن بچه‌های موزیسین اشتباهه. اصلا در اصل حمایت یعنی چی؟ من اگه اینو میفروشم، اگه تو بیا ازم بخری، حمایت کردی، ولی من یه درآمدی با این کسب میکنم. ولی هنرمندی که پول خرج میکنه، وقت صرف میکنه، انرژی میذاره، عشق خرج میکنه، بعد شنیده نمیشه به دلیل اینکه شاید اسمی نداره، با اینکه شاید کارش خوب باشه، این یه مقداری غیر منصفانه است. البته به مردم هم حق میشه داد، به خاطر اینکه انقدر مارکت بزرگ شده، انقدر هر کی که احساس میکنه یه مقداری صداش خوبه ولی واقعا شاید خوب نباشه و تکنیک حداقل نداره، اومده خواننده شده و حالا حمایت هم شده، حالا به هر دلیلی، اسم نمیخوام بیارم، مثلا مسیح آرش مثلا، اینا بوک میذاری؟ یه ماکان بند مثلا بوک میذاری؟ یه علی یاسینی طرفدارشی؟ علی یاسینی پرفکت بوک میذاری؟ نه علی یاسینی من دوست ندارم. خب الان ما اینا مثلا شنیده میشن، ولی ماهایی که دارم زحمت کشیدم شنیده نمیشن. نکنید ما داریم زحمت میکشیم پیشه. چرا تو اینا مشکل داری؟ مشکل داری بی‌ناموس؟ ما داریم زحمت میکشیم، تو نمیدونی چه بلا. آه من منظورم از حرف آخر این بود که درباره تم برنامه‌مون، پویا کنسرت گذاشت تو ونکوور، بهش سلام عرض میکنم، عزیز دلمی. البته بگذاریم که من یکی از منتقدین پویا هستم، یعنی چرا؟ من اصلا دوستش ندارم آهنگاشو، خودشون آهنگاشو گوش کردی؟ گوش کردم. یکی از آهنگاشو بگو. همه رو گوش کردم، حفظ نیستم. خب یکی خب فیوریت من نیست آقا، من مثل تو آهنگاش نمیدونم قشنگه. من دوست دارم. دوست توه ولی خب من فیوریت من نیست. ماریا خواننده خیلی خوب، ماریا هم دوست ندارم. دوست نداری؟ نه صداشو. سلیقه ای خب موزیک. میتی کوهن مثلا. الان اسم جدید اصلا اسم جدید هنرش میخواد کوهن بزنه. نه. آره کوهن برش. من مثلا از بین اونا همه اگه گفتی کیو دوست داشتی؟ میتی کوهن دیگه. ببین نگی میتی کوهن حال بعد از میتی کوهن. بگو اول از همه کیو دوست داشتی؟ میتی کوهن. میتی کوهن. بعد از میتی کوهن کیو دوست داشتی؟ کیان بود. کیان عشق من، رفیق من، کیان توی هلند. فقط کیان. کیان میگه یا آهنگ باهم بخونیم لطفاً. کیان یا آهنگ باش بخون دیگه، ببین من طرفدارم. ولی فقط کیان. حالا بس دور شدیم. من غزل از حرف آخر این بود که درباره همین تمی که صحبت کردیم بگو. میگم درباره مهاجرت بچه‌ای که ایرانن یه صحبتی بکنیم. با ما چرا چند موضوع صحبت کردیم؟ راجع به چند موضوع صحبت کردیم دوستان عزیزان گرامی. اگه می‌خواید مهاجرت کنید کانال من زیر هستش، با هم دیگه صحبت می‌کنیم. هزینه اولام نمی‌گیرم از شما. نه مهاجرت بین آلمان و کانادا. مهاجرت آلمان و کانادا رو اول نگو، اول کسایی که ایران میخوان بیان. ایران میخوان بیان کانادا. اگه دو دلیت فکر کنید یه دلش بعد بزنید بیرون، یه طوری هم بزنید بیرون که دیگه نتونید برگردید. پلای پشت سر همشین رگباری خراب کنید. البته نظر منه. چرا؟ چون که این پله پشت سری که باشه احتمال داری وسوسهش برگردی. به نظر من مهاجرت تو این بازه زمانی شاید اشتباهی اینه که میگم. ولی برای من نظر خوبه، ولی من یه جور دیگه میگم. من خودم مثلا میگم شرایط چیه؟ من میگم شرایط خودتون رو باید نگاه کنم. ببین مهاجرت با پناهندگی فرق میکنه. پناهنده اون کسی که جونش در خطره. میخوای یه لحظه ورقو برگردونیم چیکار کنیم که من ازت سوال بپرسم تو جواب بدی؟ آره بپرس. جام عوض کن لطفا. نه همین میکروفون رو بگیر. خب فقط به این سیستم من دست بزن که همه چی من بزنم. سلام دوستان. بال اینجا. الان ما الان دوربین تو دور یه دونه دوربین شخصی داشتیم اونجا. آره خب سلام دوستان، امروز در خدمت مهرداد جعفری، مهرداد ام جی هستیم، کانال یوتیوب باز کردیم. خب بابا دمت گرم. قربان شما سلامت. خدا دیروز رو میتوسیدی. الان من کانال نه الان بپرس دیگه سوال. خب سوالم اینه که بعد پرندگی بپرسی یا مهاجرت. نه خب اول بپرسم که تو کی هستی اصلا؟ من مهردادم. من میشناسم بچه‌ها تو کانال. چند وقت اینجایی؟ من گفتی به دوستات از من حق آره یه ویدیو ساختم. حالا تو این پادکست لینکش هم میذارم بالا. آره تو این گفتمانه بگو. من خب 7 سال اینجا آلمانم. 7 سال آلمان. 7 سال آلمان. 7 ساله. ببین روز اول اومدی مزاحم شدی، تا همین الانم مزاحمی. قو نظر لطف بده. خیر. تو یه هفته شرمنده شدم. نه مرداد دوست خیلی خوبمه. نه مرداد الان 7 سال آلمانی. نظرت راجع آلمان چیه؟ من میدونم که راه بسیار سختی اومدی. دوست دارم یه روزی اینو برای بچه‌ها تعریف کنی. بچه‌ها راه بسیار، من بلیت خریدم فرودگاه خمینی
بلند شدم اومدم آلمان پیاده شدم، بعد رفتم هلند دوباره برگشتم آلمان، بین هلند و آلمان آلمان تشخیص دادم بمونه. ایشون ولی مسیر بسیار پیچ و خمی که توی ویدیو باید توضیح دادی بچه همشون، نه فقط گفتم شروع آره یکم راجعش صحبت حالا صحبت میکنی خب ولی الان آره الان نه ولی میخوام بگم که الان 7 سال از آلمانی راضی هستی؟ از آلمان راضی هستم؟ آره. از مهاجرت راضی هستی؟ از مهاجرت هم راضی هستم. اگه زمان برگرده دوباره این کارو میکنی؟ این کارو میکنم ولی به یه روش دیگه. به چه روش؟ خب ببین من خیلی روشا میشد اومد، مثلا کاری. الان کاری میشه، 7 سال پیش نمیشد. میشد راهشو پیدا کرد. چرا نمیشد؟ 7 سال پیش یعنی اصلا نبود، این قانون نبود. از سال 2016 فکر کنم قانون یا 2016 خب. یا 17. خب من 2018 7 سال پیش 2018. آها 18 اومد. بله. آها بس میشد. میشد من یه روش دیگه انتخاب کردم. آره، پناهنده شدی و روزهای سختی رو گذروندی؟ خیلی. گفتم یه سری چیزا شو بچا. هامبورگ بودی دیگه، چه سختی گذروندی؟ هامبورگ نبودم اولش که اصلا، من اول نمیدونم اون بود کجا بودی. اول کجا بودی تو؟ ما سمت بدفالین بوستل شهری بود، اونجا بیابونی بود. ها چند ماه؟ سه ماه اونجا بودیم، بعدش رفتیم اوزنابروک. سه ماه هم اوزنابروک بودیم، بعدش بوکسوده. بعدش حالا دیتیل آره بس راست میره، سختم زیاد داشت راست میره. آره من خیلی سختی کشیدم. آره اصلا یادم هامبورگ اومد درست، خیلی سخت. هامبورگ اصلا من با کار اومدم دیگه، کار پیدا کردم و واقعا بسیار جوون پشت پرپشتکاری. بچه ها حتما حالا حمایتش کنید. حمایت که نه دیگه، سابسکرایب کنید اپی میشه سر جا. نه بابا بگید یه سال جون یه سال واسه فکر کنم، یه سال خیلی بباره بپرس دیگه، فکر کنم واسه سال یکم کات میگه بس دیگه نمیتونیم کات نمی کنیم. خب من حرف میزنم تو فکر کنی باز آزم کلام آخر تو بگیم. کلام آخر حرف آخر، حرف آخر این که آقا خیلی باحالی، دوستتون دارم، انشالله همه تون رو اینجا ببینم. همشون چطوری ببینیم؟ بلخ اونا که دارن منو میبینن دیگه، تو آلمان، تو هر جا که دوست دارن همشون، تو آلمان همشون رو ببینن. میاد حتی طرف دار بریم، همشون میخواد ببینی؟ همه رو میخوام ببینم دونه دونه. اغراق یکی از اخلاقای بده ما ایرانی. ببین من اغراق میکنم، خیلی نزده. برو توی کانال من، برو تو کانال من. خب خیلی چاکرم، خیلی تو چاکر منی. مثلا ما ایرانی های من هیچ وقت نگفتم خیلی چاکر منی، مخلصم نداشت. مثلا فکر ما الان اصلا بحث آلمانی ها بگم مخلصم. ما بحث مهاجرت و اینا رو به مخلصم چاکرم. همه تونو دوست دارم ببینم آقا، من دوست دارم همه تونو ببینم آقا. به این دوربین میگم آقا جان تو بیوش سجد کن برو سجد. میگن روبدی طرف میاد سواره میشه، اینا صحبت کن. این صندلی جای بزرگاست. خواست آقا. خب بچه ما برسم نه برسم برنامه هم اومان تابلو برشو میگردی یه تابلو خاکیه ولی یه تابلو هدیه میدیم به مهمونه همون. بعد شیش ما اومدم تو خونم خاکیه، مهمونه همون هدیه میدیم، برکت باشه. یه عکس یادگاری کابلو خودم یه عکس ادیتور یه عکس بگیر اونجا رو نگاه کن اون دور بینیم. حرف آخری داری بگی؟ حرف آخر این که بچه ها به حرف بزرگتراتون گوش بدید. پدر، مادر، خواهر، برادر مهمترین اشخاص در زندگی شما هستن، بعد دوستان خیلی خوب حال کنید. خانواده خط قرمز دیگه، خانواده که دیگه مثلش پیدا نمیشه. و این مسئله دیگه راجع مهاجرت خیلی فکر کنید، ولی اگه تصمیم گرفتید بیاد 3% هم نه 1% هم شک نکنید. من موافقم که این اتفاق بیفته. متاسفانه الان امیدوارم وضعیت طوری بشه ما دوباره مهاجرت کنیم به کشور خودمون. ایشالله. خداحافظی میگم. خداحافظ. بچه دمتون گرم که این ویدیو رو تا آخر دیدین. لایک، کامنت، سابسکرایب یاد نره. نخورده بودی چیز خیر خودت تو خونه؟ من خوردم. آقا نگاه کن. آقا مجری اینقدر ببش. دمتون گرم که این ویدیو رو تا آخر دیدین. لایک و کامنت سابسکرایب یادتون نره. خیلی حرف زد. خیلی میدونم اگه اذیت شدین. دمتون گرم. کهن. لطفاً آقا اگه خوب حرف زد قلب قرمز بذارید، اگه بد حرف زد باش موافق نبودید قلب سفید بذارید. نه دیگه یه قرمز. اگه خوب حرف زد قلب قرمز، قرمز اگه باش با حرفاش موافق نبودید قلب سفید بذارید. تا ویدیو بعدی.